راژگوی شکمپر، ماهی راژگو یک عدد، پیاز مربع خورچده یک عدد بزرگ، گوجه فرنگی 4 عدد کوچک، تمر هندی آب شده نصف استکان، عسل 1 قاشق غذاخوری سرپر، زردچوبه 1 قاشق مربع خوری، نمک به مقدار لازم، فلفل قرمز 1 قاشق چایخوری، فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری، سیر 5 حبه، گشنیز 30 شاخه، جعفری 20 شاخه، شنبلیله 2 شاخه که البته من همه اینا رو خورد کردم، زعفران دم کرده 3 قاشق غذاخوری. این مواد قراره برن تو شکم ماهی. برای اینکه عطر فوق‌العاده‌ای پیدا کنه از 50 گرم کره میهن استفاده کردم. آشپزی امروز فوق‌العاده تکنیکیه. برای کسایی که علاقه‌مندن به آشپزی فوق‌العاده حرفه‌ای و تکنیکی برنامه امروز از دست ندید. برای اینکه شما اولاً 1 با یه ماهی فوق‌العاده جالب و بی‌نظیر آشنا بشید در خلیج فارس به نام راژگو که خیلی از کنارش رد میشن اما نمیشناسنش، و با مایه آشنا میشین که قراره توی این شکم ماهی قرار بگیره که فوق‌العاده تکنیکیه و اونو ثابت میکنم بهتون که ببینید چقدر جالب و شگفت‌انگیز میتونه باشه. و قبل از شروع برنامه دلم میخواد با این ماهی آشنا بشید. این ماهی اسمش راژگوه. به قدری زیباست و چشمای قشنگی داره که غواصا بهش میگن آهوی دریا. بالاهای فوق‌العاده جالبی داره که حتما بهتون توصیه میکنم این ماهی رو اگر به غواصی میرین سعی کنین ببینینش، و فوق‌العاده براق و زیباست و امیدوارم منابع دریایی خلیج فارس هرگز از بین نرن. و از همه مهمتری که ما میتونیم محیط زیست خلیج فارس رو حفظ کنیم، به خصوص مرجاناش، چون اگه مرجان از بین برن دیگه ماهی هم نخواهیم داشت. این ماهی شگفت انگیز که اسمش راژگوه قرار شکم پر بشه. گوشت فوق‌العاده لذیذ و تردی داره که اصلا معروفه. میدونین این ماهی به چی معروفه؟ وقتی که کسایی که ماهی سفید شمال رو خوردن هر وقت راژگو رو میخورن میگن چقدر نزدیک مزهش به ماهی شمال، سفید شمال. اما بهتون میگم که فوق‌العاده خاص‌تر و جالب‌تره و شکل جالبی هم داره. اما مهمترین نکتهش اینه که این ماهی از کمر بعد باشه. اگه میخواید یه ماهی خوشمزه داشته باشید و اونو پرش بکنید، یادتون باشه بخصوص ماهی جنوب از کمر باز کنید تا اون ساختار و بافت بی‌نظیرشون هرگز از بین نره. اولا یکی از مهمترین اتفاقات توش ترکیب تمر هندی و عسله. میدونید که جنوب ایران به خصوص منطقه عسلویه، عسلای بسیار خاص و فوق‌العاده‌ای داره که طعمش اصلا فوق‌العاده عجیبه در آشپزی، و ما میخواییم از 1 قاشق غذاخوری عسل و ترکیب تمر هندی استفاده کنیم که در واقع این غذا اصلا شیرین نیست بلکه طعم جذابی داره. و مهمترین قسمتش که خیلی کمیاب و نایابه و شما در آشپزی ایرانی به ندرت اونو میبینین، ترکیب فلفل قرمز و فلفل سیاهه. و از همه مهمتر استفاده از 3 سبزی فوق‌العاده خوشمزه مثل گیشنیز، جعفری و شنبلیله است که من اونها رو خورد کردم که بتونم در یک ظرف قرارشون بدم و سریع بتونم اونو آماده کنم، و سیر و پیازه که فوق‌العاده این غذا رو مفید میکنه. یعنی ما از سیر میخوایم استفاده کنیم، پیاز میخوایم استفاده کنیم، ضد عفونی کننده، فشار خون رو پایین میاره، گوجه فرنگی ویتامین سی. حالا تمر هندی رو بهتون بگم که چقدر مفیده، هضم غذا رو خیلی سریع و آسون میکنه، ویتامین سی بالایی داره، آنتی اکسیدان خیلی قوی داره، ضد سرطانه و خیلی خواص دیگه. یکی دیگه از چیزایی که داره زعفرونه. زعفرون خیلی خوش رنگ و بوش میکنه. اینم بهتون بگم که شما کمتر زعفرون در غذای جنوبی میبینید، برای همین میگم خیلی جالب و تکنیکیه. حالا نگاه کنین چیکار میکنم. ماهی رو نمک پاش میکنم. شما به ندرت در آشپزی های من میبینید که من از نمک استفاده کنم. شاید اگه 1 ماه برنامه منو ببینید 1 قاشق غذاخوری سرپر نشه استفاده از نمک در این برنامه. اما ما قرار نیست ماهی رو با این همه نمک بپزیم. ماهی 20 دقیقه در این نمک باقی میمونه و بعد از 20 دقیقه ماهی رو میشورم. ماهی رو میشورم با آب سرد و نمک رو از روش از بین میبرم.
اما همین مقدار نمکی که باقی میمونه 20 دقیقه براش کافیه و یادتون باشه بیشتر از 20 دقیقه این کارو نکنید، ماهی شور میشه و نمک بیشتر از اندازه به خوردش میره. حالا میخوایم مایه‌ای تو شکم میشه درست کنیم که بسیار مهمه. به در تابه احتیاجی نداریم. میریم سراغ اولین قسمتش، یعنی کره که میخواد خوش بو خوش عطرش کنه و این مواد رو در شکم در واقع ماهی حفظ بکنه، چون ما میخواییم در واقع یه چیزی مثل یه خمیر، یه مایه درست کنیم، میگم خمیر، یه مایه درست کنیم که این مایه بعد از سرد شدن خودشو بگیره و کره این کارو میکنه. اما همین ابتدا پیازو میریزم. بعد از پیاز میرم سراغ سیر. حتما از سیر تازه استفاده کنین توش. اگه میخواین لذت ببرین از عطر و بوش، حتما سیر رو بزنین. سیر رو له میکنم. عطر سیر اونطوری در میاد و اون آبی میان بافتی سیر که سرشار از عطر و طعمه و فشار خون رو پایین میاره بیرون میاد. یکی از دلایلی که خیلی ها ماهی دوست ندارن اینه که مزه‌دار کردنشو بلد نیستن و اگه شما یاد بگیرین که چجوری میشه ماهی رو مزه‌دار کرد، خیلی ازش لذت میبرین. یکی از راهاش اینه که بتونیم خوش عطر و بوش کنیم. حالا سیر و پیاز رو همینجا به همراه سبزی ها تفت میدم. سبزی ها باید سرخ شن با این مواد خوش عطر رو بشن. نذارین سیر و پیاز خیلی سرخ بشه بعد مواد اضافه کنین. همینجا اینا رو با هم سرخ کنین که خوشمزه بشن. بعضیا سیر و پیاز بیش از اندازه سرخ میکنن و اون خواص بی نظیرش و اون بوی عطر فوق‌العاده‌اش از بین میره. جعفری، پیاز، سیر، گیشنیز و شنبلیله ترکیب عجیبی هست، ولی عجیب تر از تمر هندی و عسل نیستن که قراره بهش اضافه شن. اینجاست که میگم چقدر آشپزی تکنیکیه این آشپزی تکنیکیه. همکارم به من اشاره کردن، تو گفته بودی که در نمیخوای. تو این مرحله در رو میخواییم. من عذرخواهی میکنم، ما زمانی به در تاب احتیاج نداریم که میخوایم مایعات رو بهش اضافه کنیم. برای سرخ کردن پیاز و سبزی اتفاقا درش رو بذارین، سبزی سریعتر آماده میشه و مواد اصلیش هم خیلی خارج نمیشه ازش. حالا از این لحظه بعد واقعا دیگه در رو احتیاج نداریم، برای اینکه میخوایم مواد خودش رو بگیره و رطوبتی که وجود داره در این کل این مواد باید تبخیر بشه، چون مایع باید توی شکم ماهی قرار بگیره. اول تمر هندی صاف شده، بعد گوجه فرنگی های خوشمزه که سعی کنین گوجه فرنگی انتخاب کنین که ترش باشه. هم خوشرنگ این ترکیب، هم خوشمزه. بعد از اون میرم سراغ ادویه ها، یعنی ترکیب پودر فلفل سیاه و قرمز که خیلی جالبش کرده. زردچوبه، و حالا زعفرون. بین 3 تا 5 قاشق غذاخوری میتونید زعفرون استفاده کنید. 3 تا 5 قاشق غذاخوری زعفرون دم کرده منظورمه. حالا میریم سراغ اصل داستان، یعنی 1 قاشق غذاخوری عسل که قرار نیست شیرینش بکنه،
بلکه یه طعم خیلی جالب و عجیب بهش میده. یعنی برسیدیم به اون قسمت بسیار جالب آشپزی ایرانی که گفتم خیلی خیلی حرفه‌ای و تکنیکیه. یعنی اون، یعنی عسل. عسل خودش یه مزه‌دار کننده است، خوش طعمش میکنه و شکل و بافتش رو فوق‌العاده عالی میکنه و طعم عجیبی بهش میده در کنار ترشی تمر هندی. حالا بهش نمکم اضافه میکنم که از اون شیرینی در بیاد. حالا دیگه نیازی نیست که درشو بذاریم اینجا، دیگه واقعا نیازی نیست درشو بذاریم. قراره که میخوایم مواد در این مایه تفت بخوره و به غلظت برسه. وقتی به غلظت رسید این مایه باید سرد بشه. هرگز مایه رو، هرگز مایه توی شکم ماهی رو در هیچ ماهی داغ روی ماهی اضافه نکنید. ماهی به خاطر بافت لطیف و ظریفی که داره، اگه شما مایه رو داغ بدید چه میپزه و قسمتاش خام و یه قسمتاش پخته میشه. بعد وقتی که میخوایم اون رو سرخش کنیم اصلا خوشمزه نمیشه. حالا اینجا میخوام یه توضیحی بدم، چون ما باید بذاریم ماهی سرد بشه و من ماهی رو بشورم و این کار رو بکنم که شما نمیبینید. خود من دوست ندارم که وقتی میخوام ماهی رو در واقع پرش بکنم و سرخش کنم سر ماهی رو ببینم، دوستش ندارم. من اینکه زیباست و حالا بالاخره یک کمی ناراحت میشم، من دوست ندارم سرش باشه، سرشو میبرم و شکم و کمر ماهی رو پر میکنم و ماهی رو سرخ میکنم. بعضی دوست دارم وقتی میخوان آشپزی کنن یا سر سفرهشو ماهی رو بذارن سر ماهی هم باشه. بستگی داره به خودتون. من خودم این کارو نمی کنم، پس اون قسمتشو میذارم و ماهی که سر شد با هم توی کمر ماهی رو پر میکنیم. با ما باشید. یکی اینکه حتما ماهی رو بعد از نمک زدن بعد از 20 دقیقه بشورین که خیلی نمک. اما اینجا نگاه کنیم ببینین کره با مایه چه کار کرده. وقتی در موردش توضیح دادیم که این یه تکنیکه که مایه رو کره نگرم می‌داره، اینکه وقتی مایه سرد میشه میتونین راحت اون رو بذاریمش توی ماهی. و سومین نکته‌ای که یه فراموش نباید بکنین که وقتی می‌خواید مایه شکم رو سرخ کنین هرگز درش رو نذارین. حالا می‌ریم سراغ پر کردنش. ماهی رو به این صورت نگاه کنین، باز کردم و این مایه رو این شکلی میندازم توش. می‌بینین؟ با دست اونو تو همه قسمت‌های ماهی قرار میدم. این روش بی‌نظیره و شما یکی از خوشمزه‌ترین ماهی‌ها رو خوردین. بعضی ها اعتقاد دارن که حالا درشو ببندین و اونو هم بدوزین. من فکر نمی کنم که لازم باشه. دیگه روغنو بیشتر می کنم. ماهی رو بلند می کنیم ببینید. و آهسته اونو میذارمش توی تابه. وقتی دو طرفش خوب سرخ شد آماده خوردنه. ماهی رو با یه مقداری کته یا نان میتونید نوشیجان کنید. البته با کته فوق‌العاده خوشمزه میشه. یه بار یه هنر غذای جنوبی ایران رو دیدین، یه بار یه هنر غذاهای ایرانی رو دیدین و دیدین که ایرانی ها چقدر خوب ماهی رو درک میکنن. فقط امروز مصرف ماهی ما بسیار پایینه. باید سعی کنیم مصرف ماهی رو بالا ببریم. غذای بسیار عالیه، غذای بسیار مفیدیه. اینم بهتون بگم راجگوی کوچیک اصلا خوردنی نیست. اگه شما ماهیگیرای عزیز این ماهی زیبا رو به طورتون میخوره و هنوز میتونن که برگردن به آب، ماهیای کوچیکو برگردونین به آب. خدا نگهدار.